شادی جان رسیدیم به بخش جان چی شده؟ نه ها چی شده؟ بگو یکی از هنرمندای مورد علاقه خود من که من همیشه کاراشو دنبال میکنم ولی خودش از نزدیک تا حالا ندیده بودم امشب مهمون ماست. شما رو روشن میکنم منت سازمو میکشم نقش چشای پاکتو به روی دیوار میکشم. برجام سعیدی خیلی مخلصم. تو چرا قیافت از موزیک ویدیو به موزیک ویدیو عوض میشه؟ تحت تعقیبی؟ نه تو ما هم دیگر دیدیم قبلا تقریبا توی پارتی یک سال پیش ما هم دیگر دیدیم. جدی میگی؟ اصلا رو زمین ولو و بالا میوبرد اصلا یه وقت ولی مشاله بزرگ شدی. آره من عوض شدم از یه سال پیش. ولی تو جوان‌تر میشی. ولی تو هیچی تغییر نکرد واقعا از موزیک ویدیو. آره موزیک به موزیک ویدیو این جوان‌تر میشه. چرا؟ نمیدونم. راستش بگو. تغذیه خوب بوده دیگه. حتماً. بنجامین بات. تغذیه خوب بوده، تغذیه خوب بوده. خب چه خبر؟ همه چی خوب؟ زنده ایم دیگه. کرونا برای همه ما فعلا زنده ایم، سروایو کردیم تا الان و مشغول کار دیگه، موسیقی. چقدر تغییر کرده وضعیت کار کردن تو، شرایط کار کردنت نسبت به قبل از کرونا؟ ببین برای ماها موزیسین‌ها که موقعی که ما تو قرنطینه بودیم هنوز قرنطینه مود نشده بود کلا، ما از یه قرنطینه در اومدیم رفتیم توی قرنطینه رسمی‌تر. خب این زندگی موزیسین‌ها همینطوریه. ولی خب این قرنطینه باعث شد یکم ما با اون ترسا و کارهایی که همیشه پشت گوش می‌انداختیم بیشتر روبرو بشیم و کار خلق کنیم، چون دنیا تمام دنیا کلا تعطیله دیگه. یه خیال راحتی بود برای اینکه بتونیم این خلق آثاری که توی ایام کرونا در قرنطینه واقعی یا رسمی تر انجام دادی چقدر فرق میکنه با کارهایی که قبلا؟ اینو من بیارم عقب‌تر که قشنگ. این چیه؟ میکروفونه؟ این میکروفونه ولی دکوره، چون قشنگ بوده چیز قشنگ و سیاه و گونه. کار نمیکنه در واقع. به عنوان اصلا کار میکنه. چرا کار میکنه؟ سیمشو بس کنی کار میکنه. مثلا من دیگه سیمشو قطع کردم، میخوام بس کنم. اصلاحه ازش استفاده میکنه. هدیه اینا نمیدی چون نه میکروفون لیوان اگه میخوای هستیم در خدمت. کار نمیاد. ولی با میکروفون میتونیم بزنیم مهمونا رو اگه زیادی چیز خوشون نذ سلاح. در حال من بلا گیرم، چون من آدم مظلومی ام خودم، یه نفر آوردم گردن کلوف که بتونه حقوق منو تو برنامه از بقیه مهمونا و افرادی که میان اینجا حق منو بگیرن بگیره. بله میفرمودین. چه کارایی کردین شما؟ چه تفاوتی داره کارایی که تو دوران کرونا کردی؟ ببین با یه خیال راحتی بیشتری بود، یعنی دیگه این پرشر رو تو نبود که بگی اوکی من حتما باید الان کار عجیب غریب بکنم. نه خیلی ریلکس دیگه، اوکی همه تو لاکداونن، همه کار به خصوصی نمیکنن و ریلکس تر بود برای من موزیک درست کردن که یه ای پی منتشر کردم، یعنی یه مجموعه کوچیکتری از آلبوم در از اکستندد پلی بهش میگن که 4-5 تا ترکه 4-5 تا، حالا مال من 3 تا بود و این باعث شد من یه همکاری داشته باشم با 3 تا از موسیقی‌های خیلی خوبی، حبیب مفتاح عزیز. بله بله حمید، اصلا حبیب که اصلا یکی از کار درستاست. و من آقای حبیب جان چند وقت تو قراره که مهمون برنامه ما بشی و هنوز ما منتظرتیم؟ اسمت هم آوردن توی مصاحبه. بله اردلان پایور کیبورد زد از گروه ایندور همچنین و پرهام بهادران عزیز. پرهام عزیز یکی از موزیسین‌های خیلی خوبی. این بچه‌ها لطف کردن. پرهام هم قراره که حتما من توصیه میکنم، موزیسین‌های خیلی خوبی هم و من لطف کردم توی این ایام قرنطینه. سراسیمه و قبلا لندن نبودی؟ من کلا هلند زندگی میکردم. اصلا هلند بزرگ شدی؟ آره. اونجا ولی خب بابام اینا انگلیسی ان، مامانم اینا هلندی ان و اون دوران که فهمیدن که انقلاب شده تو ایران خب و تا فهمیدن که آب و برق و گاز و اینا داره مجانی میشه اومدن اینجا که پول بگیرن، دیگه پناهنده شدن ایران. آره پناهنده شدن هلند. آره که بابا اینا رفتن رشت. آها برگشتن ایران فهمیدن قرار مجانی بشه. آره. من فکر کردم وقتی فهمیدن مجانی شده کلی اومدن بیرون. نه دیگه برگشتن ایران. دوست داشتن پولا رو بدن. آره. نمیخواستن. مفت باشه. آها پس برگشتن. بله. خب مامان اینا هم که رفتن قم دیدن آب و هواش خیلی خوبه و اینا. آره. خب دیگه این شد که ما اومدیم لندن اصلا کلا.
اونا رفتن قم و رشت، تو اومدی لندن. خیلی هم چقدر عالی. می‌خواستین هم دیگه رو نبینین دیگه هیچ وقت ها؟ نه دیگه. آره اینجوری تصمیم گیر، اینجوری برنامه‌ریزی کردی. آره آره. خب خیلی خوبه. ولی خیلی جالبه، من الان که اومدم اینجا موزیک بزنم دیدم کلا همه اینجا رشته. آره دیگه، ما قم رو تعطیل کردیم، همه بچه ها از کار کردیم. مرسی. واقعا اگر قمیا بودن اینجا دیگه نمیذاشن تو. آره دیگه، منم اصلا بخشش فرار کردم. ولی شهریات آره اجازه دادن شما برید روی. ولی دمشون گرم، چه بچهای خوب. همه رشته. آره دفنلی. خانوادت گفتی یه ذره من اون تهمه های حسایی دیدم، باید موافق بودن بری توی این کار یا نبودن؟ ببین خب همیشه خانواده های ایرانی خب چون دوست دارن تو آینده خوبی داشته باشی و سیف باشی، خب قطعا دکتر مهندس بشی چیز دیگه ایدئال اینه. دکتر دیگه درس تو بخونی از در دانشگاه بیای بیرون شغل رو داری دیگه، دکتری ده. ولی بقیه باید برن بگردن دنبال کار. ولی خب من همیشه چیز بودم، یکم همیشه کار خودم انجام دادم. یعنی جنگیدم برای این جریان. یه بچه‌ای یا برادر خواهر؟ نه من تک فرزندم. از کجا فهمیدی؟ از همین اینکه دوست داشتی کار خودتو خود انجام بدی. آره دیگه. مثل من اگه بچه اول باشی تو دهنت میزنم. نه من همیشه خیلی چیز بودم، کار خودم انجام دادم و جنگیدم. بعدها خب مثلا جای اجرا میذاشتم، خانواده میومد میدید دیگه، میدید که دیگه آقا این همینه داستانش و تغییر. ولی مخالفت داشتن؟ مخالفت اینطور نبود که اصلا نه، ولی خب به خاطر اون که تو آینده بهتری داشته باشی و سیف باشه بیشتر به خاطر اون بود. ولی خب الان منو همیشه ساپورت میکنن. یعنی حالا اینش... یه سوال، هنرت رو قبول داشتن؟ یعنی معتقد بودن پدر و مادر که نه بچه واقعا استعداد موزیکو داره، ولی خب بهتره که یه کار دیگه. آره، اینجوری اینو... بود یا میگفتن خدایش... اصلا تو نمیخواد چیزی بزنی؟ نه برو... نه اینطوری بود، یعنی خوشبختانه. ولی خب همیشه پدر مادر رو خیلی هم نمیشه بهشون اعتماد کرد، تو مثلا عرعر هم بزنی پدر مادر رو سپورت میکنه. فکر کردم لطف پدر مادر فقط شامل دخترها میشه، پس دیدیم که نه پسرها هم یه ذره باهاشون مخالفت. نه خدایش من خانوادم خیلی سپورت کرد. خب دمشون گرم. یه سر بریم اتاق فرما، دوباره برمیگردیم ببینیم کیا سپورتت نکردن. وای همچنان در خدمت فرجام سعیدی. چه اسم قشنگی هم داری، یعنی مام بابا میدونستن فرجام کار چه خواهد شد که اسم تو نمیدونم، والا خیلی باید پراود بودی. تو کارهای خیلی معروفی داری، یعنی یکی از کارهای خیلی دیده شدت، نمیگم یکی از کارهای متفاوت و باحال، میگم کاری که بیشتر از همه دیده شده کار عمته، نه کار عمه کار کرده باشه. آهنگی که تو به اسم عمه خوندی کار عمت رو من واقعا اطلاع ندارم ازش، ولی امیدوارم کار خوبی باشه. حالا دیگه به عمه ایشون کار مسئله خانوادگی چه مسئله خانوادگی بزنیم بعد از عمه صحبت کنیم. رگ قومی میزنم بالا. ببخشید معذرت میخوام. میفرمودین از عمه بفرمایید، از کار عمه. ببین عمه در اصل بیسش یه کار ادویکیشنال تور بود. من تو دانشگاه داشتیم درباره موزیک گرگوریان تحقیق می‌کردیم، موزیک کلیسایی که ربط داشت به مذهب و اینکه هیچ سازی در کنارش زده نمی‌شد و من اومدم همیشه مقایسه می‌کردم که ببینم مثلا توی جهان غرب چه اتفاق افتاده، تو جهان مثلا شرق یا حالا ایران اسپسیفیکلی. بعد و معاصرتر رسیدم به همین نوحه و این چیزایی که بود و خب نوحه هیچ وقت ساز به کار نرفت. حالا شاید ورژن های جدیدترش سازبندی کردن هارمونی اینا. بعد خب مشهورترینش همین عمه بابایم هم کجاست که همه یه جورای خاطره حالا خوب و بد و اینا باش دارن. اصلا کلا ایده این بود که اون ورژنی که موسیقی زیرش نبود، بعد من اومدم گفتم خب که اگه من هارمونی زیرش بذارم سازبندی بکنم اینا چه اتفاقی میفته. و اینکه خب از اونجایی هم که ما خیلی توی پارادوکس و کنتراست و تناقض و تمام این چیزا توی جهان دیوانه زندگی میکنیم،
گفتم خب اوکی یکم یه چالشی باشه و اینو من تبدیلش کردم به یه سبک رگه، رگه و یه مقدار سایکدلیک تور. دردسر نشد واسه این کار؟ دردسر شد. من اینستاگرامم هک شد، یکی از این روان پریشان داخل ایران هک کرد من رو. خیلی هم خوشحال بود و اینا که موفقیت هم میزن کار رو. خیلی عجیبه چون اکثر کسایی که کار مدعی میکنن و من یه چیزی وسط هر من فهم کنم شاگرد تنبلای کلاس ها بی استعدادا رفتن مدعی شدن. اونا رو من بیشتر رسپکت دارم. حالا اصل قضیه اینجاست که تو که این کار رو انجام دادی و اونها از این که تو این کار رو تغییر دادی و حالا سبک دیگه ای اجراش کردی، خب عکس العمل نشون دادن. تمامی مدها معمولا از آهنگ‌های هایده و معین و خواننده‌های خارج از کشور اکثرن و بعضن حالا جدیدا داخل کشور استفاده می‌کنن. خب چطور اون مشکل اون داره؟ البته خب این یه رد و بدلیه که بین موسیقی پاپ داخل ایران یا حالا خارج ایران میشه و مدهی اینا اینا میگیرن، چون موسیقی بعد انقلاب که خب رفرنس آنچنانی جوونا رفرنسشون اتفاقات مذهبی بوده که حالا تو حسینیه میرفتن سینه میزدن، اینو میآوردن از یه جایی به بعد توی موسیقی پاپ. این برداشتی که من خب حالا دارم. خب چرا پس به تو ایراد میگیرن؟ تو داری برعکس. چرا به تو ایراد گرفتن؟ موضوع اینه. خب حالا دیگه ما مثلا حالا اومدیم خوشحالش کردیم، دقیقاً همون تناقضی که توش هست، پارادوکسی که هست، حالا با ریتم رگه مدعی با ریتم رگه جامائیکا دیگه همه بچه‌ها فضانوردا میدونن داستانو دیگه. فکر کنم اون و ویدیوش ساخته سروش مهرانی عزیز، خیلی ویدیو قشنگه. قطعا اون بوده یه مقدار، چون توی یه کلیسایی بود که تمام باز پارادوکس ها توش بود، عکسای جیمی هنریکس و دیوید بووی و یعنی خودت هم پشت یه دو تا جهان این فقط فکر کنم مثلا توی یه چیزی همش اینطوری دارن تکونت میدن. دقیقا ایده اینطوری بود. خب خیلی ایده ای که ایده متفاوتی بود و فوق العاده. یه کار دیگه هم داری آمستردام؟ آره. تو تمام کارات هم با کارگردانی خیلی خوبی کار کردی، اون مال مصطفی هرویه درسته؟ بله بله، ویدیو ساخته مصطفی هروی عزیز دوست گرامی لطف کردن. خب یه دنیای جدیدی برای من بود و خیلی جالب بود. دنیای تایمی بود که من خیلی امید داشتم. چی شد که اومدی لندن؟ دلیلش چی؟ عشق. عشق. آها. اینو بگو. آره عشق بار خورد. نه. بچه و اینا دیگه. جان؟ زن و بچه. زن و بچه رو با هم زن که اینجا زن و بچه دیگه. البته ایشون اینجا زندگی میکنن، من به خاطرشون اومدم. اون زن و بچه دیگه. خیلی خوبه، خیلی خوب، مبارک باشه. چه خوب چون مثلا توی ایام کرونا اگر تو هنوز آمستردام مونده بودی ما نمیتونستیم بیاریم. تموم شده آره، رابطه تموم شده بود فکر کنم. آره همین این همین عشق باعث شد تو الان مهمون ما باشی. به خدا برای همین ما یه جوری الان این عشق از دماغ در میاریم با مسابقه که در آخر من دیدم سرفه میکنه. آره همون شد بشینم. آره دیگه دیر شد، دیر شد دیگه، تموم شد. تمام تلاشی که کردی در طول این مدت همراه ما باشید، یه بازی خیلی متفاوتی براش در نظر دارید. خب رسیدیم به بخش پلی‌استیشن. علاش هستی؟ پلی‌استیشن بازی فیفا 21. جدی میگی؟ اولتیمیت بازی می‌کنی یا معمولی؟ هر چی. نه، اولتیمیت رو بازی می‌کنی یا نه؟ اولتیمیت رو نمی‌دونی اصلا چیه؟ خب برو اون فیفا رو که بازی می‌کنی. آخه تازه خریدم، ما یه هفته نیست حسین. خیلی خب، یه بخشی داره اولتیمیت. اونجا میری اصلا کلاً تیم و زندگی خودت اونجا می‌ساز، یه چیزی آیدی تو بده بعدا صحبت می‌کنی. بچا مسابقه برنامه خواهش می‌کنم. بفرمایید شما باید یه آهنگی بخونید. بله، یه آهنگ رو یا آهنگ معروفه حالا و بعضن انگلیسی بعضن فارسی، حالا بستگی داره به مهمون و بنده، میندازیم شعرشو توی گوگل ترنسلیت ترجمه میکنیم به حالا انگلیسی باشه به فارسی، فارسی باشه به انگلیسی و رو آهنگش میخونیم. من ولی هرکی قشنگ لهجه فارسی مو نگه دارم. تو لهجه فارسی تو نگه دارم، من سعی میکنم به خاطر اینکه من خانوادگی همه مادر پدرم انگلیسی اینا هستن، اون لهجه رو مجبورم به خاطر اعتبار خانوادگیمون نگه دارم. اینو از من کپی کردی ولی من خانوادم انگلیسی. تو خانوادت نگفتیم این قومی بود؟ نه، اونا پناهنده قوم شده. آها بله بله. پناهنده. بریم.
حاضر؟ آسف براتون میخونم یه بار دیگه برو حالا ایرانی کمر باری که من شام تاریک من لا 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 دیگه غلط اونم همه تیکه کمر غلط نیست کمر باری که من کمر باری که من خوب صدای آسفو در میاره آفرین به خاطر من یه کاری میتونستم بکنم صدای آسف بهت یه امتیاز میدم یه امتیاز فقط به خاطر صدای آصف رو آصف خیلی خوب در آوردی کمر باری کما آفرین ببین این خوب بیشتر بده بابا یه امتیاز بیشتر دو تا از چند؟ از ده؟ از 550 پلیستشن رو میذاشتید اینجا بهتر بود حالا بخون تو خودت هم که نتونستی اینو بخون اصلا آهنگ چالشی بود شما چه آهنگ نیم اشتباه کردم اصلا اینو انتخاب کردم اشکال هم آهنگ عارف شما چی بود آهنگ؟ آهنگ عارف میخوای بخونی؟ بی خبر یه روز اومد اونها اینم بلد نیستی آخه علی که قیافه میخوای اینو بخونی؟ نه بخون آها لا 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 اینترو مقدمه است لای 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 بخش مهمی لای لای لایشو بگی ما چون دو صدای موزیسیانی ما هم میخونیم آره I know where one day he came and I was asleep when he came and knocked on the door. He came and saw that my heart was still asleep. No sitting and commas, he filled it and left. The one who hopes for life, they say it came from God. You're the black of my night. It's like what are the three professionals? If he breaks his spell. I get it again. If not, I will die. اینجا رو شما دیگه برو. تو خیلی زحمت کشیدی. ما رو که شادی خون. نه بابا خودت. سپورت کردم. لا 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 لا. بابا. ماشاءالله. امتیاز به خودم و خودت. من کمر باری کو بزنیم من برقصم باهاش. چون کمرش بود من خواستم شباش بدم ولی کیف پولمون نمی بود اشکال نداره بعدن حساب ولی آفرین عالی بود ولی کمر باری که منو بزن چی میگی تعریف خیلی قشنگ باری کلا حتماً نه که خالتورای خیلی کار درسته اصلا در لندن هم چون اون پارتی هم که من دیدمت من دیگه اونجا دیگه کارم تموم شده بود پیانو و کیبورد و اینا رو گذاشته بودیم تو ماشین و دیگه افتاده بودیم به اشغال خب درود به هر دوتون امتیاز میگیرین ایشون برای غر و صدای آقای آصف رو در آوردن شما برای اینکه بسیار به جا درست ریتم خوب بود نه واقعا داشت درست میخوند واقعا داشت درست میخوند عجب بودم حسودی میبینی آقا بردی شما اصلا بردی حالا اومدم مساوی بدم آره ولی خب حالا اشکال
به افتخار ایشون. لطف دارید. مرسی که اومدی. مرسی که حال داری. خیلی عالی. کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه آشفته ابری بلگرد و صدایش همچون نیزه کوتاهی پهنای افق را پیمود خبر ما را با خود خواهد برد به شهر همه می دانند همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس بارا دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم ما من و تو به چراغ آب آینه پیوستیم و نترسیدیم همه می دانند همه می دانند که من و تو از آن روزنه سرد عبوس باغ را دیدیم و از آن شاخه بازیگر دور از دست سیب را چیدیم چمنزار بزرگ و صدایم کن از پشت نفس های گل ابریشم همچنان آهو که جفتش را